بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله الصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا رسول الله وآله آل الله وعلى أعدائهم لعنة الله السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أهل بيت الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان اللهم وفقنا لما تحب وترضى محضر شریف شما عزیزان بیننده از سر اخلاص و ارادت و از عمق دل سلام عرض میکنم. شما تماشاگران شبکه جهانی امام حسین هستید، برنامه سرزمین عشق، و مستحضر هستید که از اول ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم با موضوع دشمنی خلفا با قرآن. گزندگی بحث رو خواهش میکنیم به حساب توهین نگذارید. بحث به گونه ایست که طرف مخالف رو ممکنه خوش نیاید و به دلش ننشیند و چه بسا اثر احساس و شتاب زدگی بنا رو بر توهین بگذارد. خب این تذکری است که بر پایه پیامک های رسیده شما عرض کردم. عزیزان بیننده، آغاز میکنیم برنامه رو قبل از اینکه به اربابمون، به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه سلام عرض کنیم، استاد ارجمندمون آیت الله موسوی زنجانی باب گفتگو رو و سلام رو آغاز میکنم و به نیابت از شما عزیزان بیننده محضر استاد ارجمندمون سلام میگویم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. من هم سلام عرض میکنم محضر حالی و محضر همه بینندگان عزیز ارجمند. علیکم السلام. آقا یک سلامی به حضرت سید الشهدا و برنامه رو شما آغاز میکنیم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك وعلى آبائك وأولادك وأصحابك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، السلام عليك يا علي ابن الحسين، السلام عليك يا قمر بني هاشم، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموزع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كربلاء كربلاء این دل تنگم عقدا دارم، گویا میل کربلا دارم، ای خدا ما را کربلایی کن، بعد از آن با ما هرچه خواهی کن. نیست در عالم ز هجران سخته، هر چه خواهی کن، ولی هر چه خواهی کن ولی کنان مکن. خدای خوب، خدای مهربون، اگه یه روزی بدیای من انقدر شد که خواستی منو تنبیهم کنی، هر تنبیه قرار دادی بده منو از حسین جدا نکن. گریه می کرد، دامن منو گرفته بود، گفت اگه یه روزی من برای حسین گریه نکنم چه خاکی بود. خدا نیاره بی تو یک لحظم خدا نکنم. نیست در عالم ز هجران سخت، هر چه خواهی کن ولی کنان مکن.
یک بار دیگر صمیمانه سلام عرض میکنم و آغاز میکنم این جلسه رو با عنوان کلی دشمنی خلفا با قرآن. در جلسات پیش از آن بیننده به تفصیل صحبت کردیم، من خلاصه بحثم عرض نمی کنم به دلیل کم بوده وقت، فقط بگم که در جلسات گذشته 22 قاعده و قانون کلی رو از تاریخ استاد ارجمندمون برکشیدن و تقدیمتون کردیم و درباره اونها مفصل صحبت کردیم، قواعدی که بر اساس خانشی که از تاریخ شده و نوع قرائتی که استاد از تاریخ داشتن به عنوان قاعده بیان کردن و فی الواقع این قواعد قبار زدائی از آموزه های تاریخی و چینش مجددی از پازل های گمشده تاریخ که فی الواقع تبارشناسی این اندیشه رو برای ما باز میکنه، اندیشه سقیفه ای رو استاد با این قواعد برای ما آسان کردن. در ادامه بحث اهل بیت تر شد که اهل البیت کیانن. استاد فرمودن که اونها برای اینکه یه قرآن بی زحمت بله متشکرم، برای اینکه خلافت رو از همون آغاز قصد بکنن به طور طبیعی آمدن و گفتن که ما باید رابطه نسبی و سببی پیدا کنیم با رسول خدا، لذا اولین چیزی که به ذهنشون آمد این که به او همسر بدهن، دختر بدهن، به عنوان اینکه همسر حضرت باشد. حضرت به خداوند سبحان عرض کرد و خداوند فرمود که ما اینها رو عقیم میکنیم. ازدواج پیغمبر با اینها در واقع یه جور تألیف قلوب بود. مرحله بعد این بود که خدا امر کرد تمام درهایی که به مسجد گشوده میشوند بسته بشود الا در خانه حضرت علی علیه السلام. و بعد از اون مسئله اصحاب کسا به وجود اومد به امر خدا و آیه تطهیر نازل شد و در واقع با این عمل ثابت کرد که اهل بیت در قرآن و در قرائت رسول خدا معنی خاصی دارد، نه بر اساس اهل بیت لغوی و لفظی و اجتماعی و عرفی. لذا به همسران خودش از جمله ام المؤمنین حضرت ام سلمه سلام الله علیها فرمود که تو نمیتونی بیای جز و اصحاب کسا، هرچند انت علی خیر، یعنی تو خوش عاقبت هستی انشاءالله. احکام خاص اهل بیت رو هم ترک کرد. عرض هم کردیم که خداوند سبحان برای اینکه اثبات و نشانه ای بگذارد برای اثبات تعریف اهل بیت قرآنی، در آیه ای دیگر به فرزند نوح فرمود که درباره فرزند نوح فرمود که انه لیس من اهلک، هرچند پسر توست نوح اما از اهل تو نیست. پس اهل بیت قرآنی معنی خاص پیدا کن. این بحث رو بسیم، رسیدیم به اثبات دو اصل نهایی، یکی بالا بردن عمر و دیگری پایین آوردن رسول خدا. مواردی رو استاد فرمودن 10-15 مورد، شاید حتی بیشتر، که من اینها رو یادداشت کردم، کم بوده وقت اجازه نمیده عرض کنم. از جمله مثلا مسابقه حضرت با عایشه، عاشق شدن رسول خدا، نستجیر بالله و نعوذ بالله، یا بحث موافقات عمر، یا اینکه نمیدونم لیلة القدر چه شبیست، یا سوره روم رو بلد نبود و مسائلی از این دست که گفتنشون هم برای ما مایه بسی شرمندگی است. اینکه عمر کیست دقایقی از بحث دیروز رو اختصاص به خودش داشت، تعریف عمر از زبان اونها. اینکه مثلا عمر هرگز شیطان به سمت او نمیاد و به عکس رسول خدا هر جا باشد شیطان هست، نستجیر بالله. در معراج رسول خدا اسم فاروق رو شنید و از این جعلها، مثل محل تولد حق و حقیقت رو میخواید بدونید کجاست؟ زبان عمر. این جعلها رو بیان کردیم. استاد تقریبا به همین جا بحث رو نقطه پایان داد و الان آغاز میکنیم جلسه 16 رو. عرض کردم با حضور استاد ارجمندمون، نویسنده پرکار و توانا، نکته سنج،
موشکاف و کسی که تاریخ اسلام رو بر اساس قواعد درست تاریخ نگاری و تاریخ خوانی پژوهیدند و این محصول رو کریمانه در اختیار شما عزیزان ارجمند نهادند، چه در برنامه نقد و نظر و چه در برنامه قبل از او ادیان و مذاهب، و اکنون هم در سرزمین عشق در سایه مولایمون حضرت سید الشهدا علیه السلام این رو تقدیم شما عزیزان میکنن. ضمن این که عرض میکنم که ما از دیدگاه های شما کمابیش مرتبطیم، هرچه پیامک میزنید فوری و سریع از او مطلع میشیم، سوالات شما رو گاهی وقتا که خیلی کم هم هستن میبینیم، ولی تقدیر و تشکرهای شما رو به دیده منت میگذاریم. بعضا هم آقایون انتقاد میکنند و حتی تندی میکنند، زبان به فحاشی میکشند که مشخص از کیانند، و ما به اونها عرض میکنیم برادران ارجمند لطفا بر پایه قرآن استمع القول، هر سخنی رو بشنوید و بعد از او اتبع او احسنه، بهترینش رو برگزینید. این روشی است که قرآن فرادید ما نهاده و ما موظف هستیم به عنوان مسلمان بهش توجه کنیم، نه اینکه سب کنیم و توهین کنیم. و جالب این که حتی با آموزه های مسلمی که سند دارن و استادگاه 60 تا سند برای اونها بیان فرموده مخالفت میکنم. خب این رو هم عرض کردم، پرگوی بنده رو ببخشید. استاد ارجمند، من بار دیگر خدمت شما سلام عرض میکنم و تشکر میکنم که تو این شرایط سخت، گرمای واقعا دشوار و با زبان روزه و با محدودیت زمان در خدمت شما هستم. سپاسگزارم. همونطور که اشاره فرمودید، موضوع بحث این است: خلفا ابوبکر، عمر و عثمان. چون برنامه داشتم با همکاری یهود برای خانه‌نشینی اهل بیت، هرزشون این بود اگر پیروز شویم علم نداریم. به این نتیجه رسیدن از یهود استمداد میکنیم. بله. و این کار هم صورت گرفت. اصل اول این بود، بعد از شهادت پیغمبر تکرار بود میکنیم دیگه، باعث مطلب بسته بشه. بله بفرمایید. تمام روایات پیغمبر را، سنت پیغمبر را آتش میزنیم به اعتبار حسبنا کتاب الله و با بهانه این که مبادا با قرآن آمیخته شود. گفتم از پیغمبر فقط قرآن را میپذیریم، تمام روایات پیغمبر نظریات شخصیه میذاریم کنار در حد یک انسان عادی. بله. که بعدا خواهیم گفت که فتاوای علمای بعد مقدم بر فتاوای پیغمبر شد. بله. بعد از اون، اون تفاسیری که پیغمبر املا فرموده، یعنی قرآن را املا می کرده، تفسیر آیه املا شده را هم املا می فرموده، در حاشیه بنویسید مبادا لن یفترقا. منش اینه، من این سنت را، تفسیر قرآن را به اهل بیتم این حسارم خواهم داد، لن یفترقا. این تفسیر من که از اهل بیت باید بشنوید، از قرآن جدا نشود. عمر گفت جردو، این جردو جواب چی بود؟ یعنی افترقا. احسن. مثلا این قرائت جدیدی است، تا الان در هیچ جا در بستر مجموعه های علمی شیعه به این شکل حدیث ثقلین خوانده نشده. شما الان او قرائت معروف رو میذارید سر جاش، قبول داریم، اما یه قرائت جدید و ظریفه، در واقع ایهامی میگیرید از این حدیث که حضرت رسول فرمود ای حاشیه و ای اصل از هم جدا نمیشوند، لن یجردا، لن یفترقا. شما فرمودید که اینا جدا کردن. بفرمایید. یک جمله هم فرمود، کاری نکنید مردم فکر کنن ما با وهابیون سلفی ها اهل بیت فرمودن. من سر خلافت اهل بیت فقط دعوا داریم، دعوا سر رسالته. بله بله، خلافت سر جاش، دعوا قبلا سر رسالت است. رسالت دو پایه داره یا یک پایه؟
سلفی ها میگن قرآن، ما اهل بیت میگیم قرآن و سنتی که اهل بیت بگه، نه هر سنت. اینا تماما سنته، بخاری سنته، ببینید صحیح بخاری سنته بلد. اما اطرت نیست. صحیح مسلم سنت هست، اطرت نیست. کل کتب اهل سنت را اهل بیت فرمودن. اینها چون از طریق ما نیست، اینها بعد از جردوه اسلام قبل از لنگفترقا را ما میخواییم. بله احسنتون. یعنی موضوع امامت و جانشینی و خلافت در عین مهم بودنش فرعی از قبول رسالته، قبول تام رسالته، ولی اختلاف اساسی تر بله. این هست که شما رسالت رسول الله رو دارید تخلیل. یک پایه داری یا دو پایه؟ بله. عمر گفت یک پایه، حسبنا کتاب الله، یک پایه. اینه نداریم. این چیه؟ صریح گفته یتلا علیهم آیاته، یا اون آیه هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. خب اونجا و یعلمهم کتاب و الحکمت، ول بعد از کتاب حکمت. قرآن چندین آیه ما خوندیم، میگه آنچه که پیغمبر یتلو، چند چیز یتلو، آنچه که پیغمبر عرضه کرده دو پایه داره یا یک پایه. قرآن میگه، پیغمبر میگه، اهل بیت میگه دو پایه است. والله بالله صریحه. یعنی صراحت قرآن که میفرماید تو علیهم آیاته تمام نشد. بله. و یعلمهم. بله این تعلیم خودش اهمیت این داره. این حکمت به جای کتابه. و یعلمهم الحکمه، صریحا گفتن یعلمهم الحکمه رو باید بعد کابل احبار یهودی. دعوا اینجاست. امام باقر فرموده برید جلوتر. ببینید ما امروز اینطوری میگیم، هم تولی باید استراتژیکی بشه، یعنی استراتژی تولی داشته باشیم، هم استراتژی چی؟ تبری. اهل بیت فرمودن احساسی نیست. یک نفر بیاد چند تا لن بفرسته نفرین و فلان، این نیست. اسلام دارای یک تولی است، یک تبری، هر دو دارای استراتژی. استراتژی یعنی یک مؤلفه های مبتنی با قرآن ما داریم. بسم الله الرحمن الرحیم، این قرآن شما آوردید. خب این اولین سوره، بعد از هم سوره مبارکه بقره است. بله. آیه 129 اونجا چی میگه؟ میگه ربنا وابعث فیهم رسولا یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. بله. حکمت چی شد آقای عمر؟ ما گفتی حسبنا کتاب الله، اینجا نوشته الکتاب و الحکمه، اما این جمله را فرموده، این جمله را فرموده پیغمبر، یعلمه من، یعلمه کتاب، دنباله چی؟ والحکمه. فرمود والحکمه، درست منم، اما این را خدا گفته به اطرتم بدم. بله. یعلمهم السنه، این سنه در طول زمان توسط اهل بیت گفته خواهد شد. میتونیم نکته سوم رو اینجوری برداشت کنیم از این بحث، که وقتی خداوند یعنی رسول خدا میفرماید که ثقلین کتاب الله و اطرتی، این اطرتی در واقع همون سنت رسول خداست، اما به عنوان وارثان کتاب. احسن. یهودی ها گفتن این سنت را عمر بپذیر از ما، عمر گفت فقط از شما. اینا اومدن گفتن که فقط از شما، اینا اومدن گفتن که ثقلین یعنی کتاب الله. بله. و سنتی که یهود به ما میده. بله. نه سنتی که اهل بیت توی ما میاد. حتی ابن دار آیه رو بخونیم، یا قبلا خوندیم نخوندیم آیه رو. آیه چی بود؟ آتیناهم الکتاب، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. خب حالا مطلب کشید اینجا، اینو تمام کنیم. بفرمایید بفرمایید. حالا این آیه 121، ما 102 موندیم، 20 آیه رفتیم جلو، برمیگردیم ها. بله بفرمایید. خب آیه نازل شد، آیه میگه آن کسانی که به اونها کتاب نازل کردیم اونها بهتر میفهمن ها. بله. ببینید تکرار کنم، الذين یعنی چه؟ کسانی که آتیناهم، دادیم بر اونها. بله. عطا کردیم الکتاب، قرآن را، کتاب رو، یتلونه حق تلاوته،
حق تلاوت، تلاوت معنی تنها خوندن نیست، میفهمن تلاوت میکنن و تفسیر میکنن بهتر از دیگران. پس قرائت قرآن دست کم دو نوعه، بله، تلاوت به حق و تلاوت به ناحق. یه تمرکزی بکنیم روی این موضوع، بله، تطبیقش بدیم وضعیت امروز، اگه نکته بیفزایید شما. بله، چون میخوام اینجا کمی غنی کنیم بحث رو. باشه. آیه که نازل شد، چون بعد از آیات یهود و نصارا بود، تعدادی از صحابه گفتن بگیم آیه مربوط به بنی اسرائیل، یعنی منظور آل موسی و آل هارون و هارون، بله. و تبری دستش درد نکنه چقدر 32 دلیل آورده منظور اهل بیت نیست، بله، یهوده. یعنی معناش چی میشه؟ آن کسانی که تورات را بر آنها نازل کردیم تورات را خوب میفهمند. خوب میفهمند، درست. رفتن پیش عمر، این تیزهوشی هایی هم داشته عمرها، گفتن که ما میخواهیم آیه را ببریم طرف یهود، به درد ما هم میخوره، بگیم کتاب الله را یهود بهتر میفهمه، کتاب را اعم بگیریم استخدام بکنیم برای اسلام. عمر حرف درستی زد اینجا، اهل بیت هم تایید کردن، گفتن این کار را بکنید باز به نفع اهل بیت، از این طریق وارد نشید. عمر گفت عبارت شو خواهیم بود. چرا؟ گفتن معناش اینه حالا آل موسی بهتر تورات بفهمه، یعنی آل محمد هم قرآن را بهتر میفهمه، خراب کردید که این اغلا میفهمن. یعنی عمر متوجه این نکته شده باشه، گفت بله؟ نکنید این کار، چون بله؟ به نفع اهل بیت هم. بله، عبارت عمر را من باید بخونم اینجا. لقد مذا بنو اسرائیل و ما یعنی به ما تسمعون غیرکم. بابا این مسئله ربطی به بنی اسرائیل نداره، شما را داره میگه. ما کی؟ همون خانواده‌ای که قرآن نازل شده. اهل بیت گفتن اینجا عمر راست گفت، اما هدف چی بود؟ منتها عمر خراب کرد، گفت که دایره اهل بیت را بزرگ بگیرید، ما هم بریم توش، از این ناحیه وارد بشید. گرفتید مطلب رو؟ بله، بله. قرآن میگه آن کسانی که کتاب نازل شده بر آنها بهتر از دیگران میفهمند. تعدادی از صحابه گفتن مستمسک که خوبی است بگیم، چون در رابطه با یهود بوده آیات قبلی، پس اینم رب به یهود داره، این رو مستمسک قرار بدیم، بگیم یهودی ها یه متصل به حضرت موسی و هارون بهتر از دیگران میفهمند قرآن رو. قرآن رو حتی، قرآن، نکته اینجا قرآن رو حتی، چون کتاب مطلقه. بله، درست. عمر گفت دست نزنید، از این کانال راه به نفع اهل بیت باز هست. راه نفعش چیه؟ درسته چیه؟ گفت کتاب مطلقه، بنی اسرائیل هم گذشته، دنبال آیه را اگر بخوانید آیه دنباله داره، دنبالش میگه که اولائکه یؤمنون به، اینها ایمان بیارن به این کتاب، و من کفر به فاولائکه هم الخاسرون، کسی که کفر نسبت به این کفر به برزه قبول نکنه خاسرونه. خب زمان قرآن ایمان به تورات برای چه مورد تهدیده؟ توراتی آمده، موسی علیه السلامی آمده و رفته، قرآن بیاد امت اسلام را تهدید بکنه ایمان به تورات امت موسی اینقدر مهمه، کافر بشید این چنین هستید. بعد خود فخر رازی فهمیده، این عبارت اینه اینهم المؤمنون الذین آتاهم الله القرآن. این همش بحث درباره 129 بقره است. 121 بقره است. دقت کنید. بله. حرف درست را ما از هر کس میپذیریم. ما نوکر حقیم از زبان هر کسی بشه. این فخر رازی که ما قبولش نداریم گفته وحدت جو بین وجود، از سه جهت حق با اهل بیت، که این آیه مربوط به اهل بیت. دقت کن. یک، فارسیشو بخونم. ترغیب به تلاوت مخصوص قرآن، تلاوت تورات اصلا مطرح نبوده، فصاحت مال قرآن بوده، اصلا متن تورات مورد ترغیب نبوده. دو، ایمان به تورات در اصل نزول قرآن چه مفهومی داره؟ درسته، کاملا. سه، تجدید، دقت کنید، تهدید به کفر به تورات زمان قرآن چه مفهومی داره؟ بله، درست، حق با فخر رازیه. بله. درست. عمر آمده گفته منم راست میگم، نمیشه این آیه رو ببریم بگیم آیه میگه آن کسانی تورات را خوب میفهمن که تورات بر آنان نازل شده، این کار را بکنیم خانه ما از راه دیگر خراب شده. عمر چرا؟ گفت اهل بیت هم خواهند گفت عیب نداره، ما هم
فرقان قرآنی داریم بر ما نازل شده، بهتر میفهمیم. از این ناحیه با اهل بیت نمیشه جنگید. پس عمر چیکار کنیم؟ گفت بیایید این هم را به اهل بیت بر نگردانید، دایره اهل بیت را بزرگ بگیرید، ما هم بشویم اهل بیت، اصحاب را هم بگیره. دقت کنید. بله. خب اصحاب را بگیره، شما بشوید مفسر قرآن. درست. بفرمایید. کو یک آیه بلدی؟ مگر پیغمبر دیروز به شما نگفت این سوره ابراهیم آیه 24 نصف 25 عمر تفسیر کن؟ واقعا تفسیر کردی؟ زبان حال اون زمانه گفت که اگر این مقدار بریم جلو مشمول آیا بشیم از طریق کعب الاحبار، عبدالله ابن سلام، تمیم داری، ابو مالک، بعدها قرزی ها، محمد ابن کعب قرزی و حب ابن منبه، پر میکنیم از اسرائیلیون میگیریم. دقت کن آیه تطهیر چی میشه؟ خاندان پیغمبر تطهیر شده، لا یمسه الا المطهرون. درسته. چون خاندان پیغمبر تطهیر شده اند، اینها میفهمند در سوره واقع تفسیر کرده بیان کرده مطهرون رو. اینجا گفته مطهرون قرآن را میفهمند و سلام. سوره احزاب گفته مطهرون فقط اهل بیت. اینو چیکار کنیم؟ خیلی برداشت لطیف و صریح و ساده است. از یه طرف میفرماید که قرآن رو جز مطهرون نمیتونن مس کنند، از طرف دیگر مس میده چی؟ مس یعنی فهم، درک، فهم. بله. یعنی لا یقتربونه. بله. طرف لا یفهمونه. حتی بله. المیزا اینجا خیلی کار خوبی کرده، گفته واقعا آیه صراحت در چیه؟ فهمه. چون در قرآن 16 17 بار مس را به معنای فهم گرفته. احسنت. و در جای دیگه در سوره واقعه فرموده که همین در سوره بقره فرموده که جز مطهرون نمیتونه قرآن را بفهمه. سوره احزاب، سوره واقعه فرموده هیچ کس نمیفهمه قرآن را الا المطهرون، مگر مطهرون. مطهرون چرا هیچ کس؟ یعنی اینکه کاملا احاطه بر قرآن پیدا نمیکنه مگر مطهرون. همین روزا هم سوره احزاب آیه 33 فرموده مطهرون اهل بیت هستند. این ما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. درست شد. جمع بین این دو آیه این مطلب رو به ما میرساند که قرآن رو جز اهل بیت کس نمیفهمه. به عمر گفتن اینو چیکار کنیم؟ قرآن اهل بیت را طوری بیان کرده اسم برده، چون همین آیه ضمیرهای اولش کنه است، هنه، کنه، اینجا ضمیر مؤنث نیست. بله، جمع وسط همین آیه ضمیرهایی که به زنان پیغمبر برمیگشت قطع کرده. انما یرید الله لیذهب عنکم، مذکر شده، مذکر شد. اینجا اهل بیت یعنی قطعا زنان پیغمبر نیست. یک حتی توی عمر هم نمیتونی. میدونی چیکار کردم؟ چیکار کردم؟ واید مثل یعنی یخ آدم خوش میشه. گفتن به سوره احزاب دست نزنید نمیشه، ولی سوره واقع لا یمسه الا المطهرون را بگید. مطهرون یعنی یهود و نصارا. او از اونجا پی قضیه را بزنید. از اونجا گفتن که مطهرون یهود و نصارا هستن. بله. وقتی اینا مطهر شدن پس میتونن قرآن را مسخ کنن. یکی از مصادیق اگر اهل بیت هست، یکی از مصادیقش هم چی؟ یهودی هاست. ببین اینا خیلی ظریف اومده، خیلی کارشون ظریف بوده. متاسفانه ببین تفسیر تبیان، مجمع البیان، از ما، شبر، المیزان، نمونه، از علمای اهل سنت هم، المنار و نمیدونم بله مراقی، اینا همه گفتن این آیه مربوط به چیه؟ یهود چیه؟ بنی اسرائیل. نه، آیه 121 مربوط به بنی اسرائیل. عمر قبول کرده مربوط به اهل بیت. چقدر فاصل تحلیل تاریخی ما ضعیفه. عمر که به اعتقاد صریح قرآن متن قرآن را هیچ متن را قبول نمی کنه، میگه حسبنا کتاب الله. علی بن ابی طالب فرمود شما این عبارت پیدا کنم، یه شما به من میگید که بله. عمر گفت که این عبارت قرآنی که داری بده،
قرآنی که از اون 12 تا سالمون کدوم بود؟ قرآنی که هم قرآن مثل قرآن دست نخورده و هم کل تفسیر اونجاست. علی ابن ابی طالب داره این نسخه رو، بله، که الان جزو مواریثه. گفت علی میدانست، امیرالمومنین علیه السلام میدانست عمر میخواد بگیره بده به عثمان در فرصت مناسب مثل همه قرآن ها آتش بزنه با تمام تفسیر پیغمبر تا قرآن بماند اوریان مثل این قرآن بدون تفسیر پیغمبر در اختیار حفصه. اون وقت تفسیر یهود را به جای تفسیر پیغمبر بگذارد و گذاشت، که ما الان داریم تفسیر یهود میخونیم. طبری یعنی یهودی ها. خب خودش یهودی نبود ولی عامل بود. خب القرآن الذی عندی لا یمسه الا المطهرون والاوصیا من ولدی. فقال عمر فهل وقت لاظهاره معلوم، معلوم صفت وقته، فهل وقت معلوم لاظهاره؟ قال علی نعم، اذا قام القائم من ولدی یظهره الله، یعنی یظهره الله، یا نه یظهره قائم یظهر هذا الکتابه و یحمل الناس علیه فتحجر سنتو بیهی، سنتو بیهی، این سنت نیست. ترجمه کلام شما این هست که عمر گفتش قرآن رو بده، یعنی 12 قرآن باقی مونده یکیش مال حضرت امیره که بعد از شهادت رسول خدا اوورد بهشون گفت بفرمایید، من نمیگید حسبنا کتاب الله، گفتن ما به قرآن تو نیاز نداریم. حضرت برگردن گفت دیگه چشم هیچ کسی به این قرآن نخواهد افتاد. اینا 11 قرآن موند، یکی مال حفصه، 10 تای دیگر عثمان سوزون با تمام تفسیر رسول خدا. بله، دوام سر تفسیر. بله، سر تفسیر. اگر تفسیر نداشت که آتش نمیزد. آتش نمیزد. نکته اینجا بود که تو جریان عمر گفتش که دوباره آمد سراغ قرآنی که محشا بود. بله. به قلم امیرالمومنین از زبان رسول خدا. 1,000,000 تفریع داشت. بله بله، تفسیر خاصی که حضرت رسول به طور خاص به حضرت امیر فرموده بود. یعنی آنچه حضرت امیر داشت هم سایر کتاب داشتن و چیزای دیگر، بله، آنچه داشت ادامه ارزم اینه که آنچه داشت موارد فراوانی بود که بقیه تفاسیر نداشتن. بله. تفسیر خاص بود. این رو حضرت امیر اومده بود بده نخواستم. حالا عمر اومد سراغ که قرآن رو به ما بده، یعنی در واقع من کار دارم با او حاشیه، میخوام بله. بسوزونم. حضرت فرمود که اینو به شما نمیدم، این دیگه شما بهش دسترسی پیدا نمیکنید. عمر گفتش پس کی این ما از قرآن نگه داره چی بشه؟ چی فایده داره؟ بلکه کی میخواد به ما بدید استفاده کنیم؟ حضرت فرمود وقتی که قائم ما سلام الله علیه و آله، وقتی قائم ما ظهور کرد، اون موقع سنت، یعنی تا الان سنتی نبوده، اون موقع سنت رسول خدا با این قرآن آشکار خواهد شد. این سنت واقعی همراه قرآن اینه. آنچه که تو احیا میکنی سنت نیست. آنچه که امروزه من و شما داریم حرف میزنیم، آنچه که از سنت رسول خدا داریم سنت ناکامله. چرا؟ اصلا ناکاملم شاید هم رسا نباشه. سنت عایشه است والله. خب نه، ما شیعه عمل میکنیم بر اساس منابع فقهی خودمون و روایات بله. خودمون شیعه. بله، خود ما شیعه هم سنت و ناقص داریم. بله بله، حتی اون چی که ما داریم هم اهل بیت فرمودن آقا هر کس زنای محسن کرد، یعنی زن داشت با کسی زنا کرد یا زنی شوهر داشت با مردی زنا کرد، این رو رجم نکنید تا امام زمان بیاد. بله. امام صادق فرمود هر کس هم زکات نداد نکشید. بعد فکر کردم این اولی مال عمر بوده که میگفت در قرآن هست، درست از طریق سنت این قضیه آمده، توجه کردید؟ حالا باید تأمل بشه، باید اجتهاد مجدد. متوجه منظورتون نشدم. امام صادق این نکته رو فرمود، بعد من آوردم در کتابم، یکی دوتا هم نیست، زیاده. فرمود ای شیعه های من، اگر حتی به قدرت برسید حکومت قبل از ظهور امام زمان هم تأسیس بکنید، دو حکم اجرا نکنید. یک به هیچ وجه کسی زنای محسن کرد سنگسار نکنید. یبن رسول الله مگر در اسلام نیست؟ فرمود من نمیگم هست یا نیست، میگم بذار قائم آل محمد بیاد. ببینید با پرده گفت امام بیاد او تصمیم بگیره، نفرمود نیست یا هست. یکی هم اگر رفتید زکات خواستید مسلمانی زکات نداد،
اعدام نکنید، واکنشی نشون ندید. من موسوی حساس شدم. چرا؟ گشتم دیدم که عمر اصرار داشت سنگسار بشه هر کس زنا کرده، چون 26 آیه در تورات داره زناکار را دیگه عطفش میدیم به بحث آیات بله. رجم بله. پیرمرد و فلان و الاخرش. پس بنابراین عمر میگفت 26 آیه، میگفت این تعبیر درست نیست، 26 آیه در تورات داریم الان که بنده جمع کرده، 26 آیه است که سنگسار کنید کسی که زنا بکنه، اما در قرآن والله چون آیه ای نداریم، درست نیست. از اون طرف ابوبکر فقط مانع الزکات را قتل عام کرد. احسن. آمدن دیدن امام صادق با پرده میخواد به دوتا حکم و دست نزنه، چون دوتا خلیفه این حساس بودن روی این چیز که باید اجرا بشه. به تعبیر دیگر حضرت امام صادق فرمود رجم زناکار سنگسار بگید که همه بدونن رجم عربیه، شما عربی بله. سنگسار کردن زناکار و نیز کشتن مانع الزکات، یعنی زکات نمیده، اینا رو انجام ندی. حتی اگر توی شیعه حکومت تشکیل دادی. خب چرا؟ آقای موسوی میفرمایند من تأمل کردم دیدم در واقع این فرمان امام صادق ناظر به خلیفه طعنه ایست به عمر و ابوبکر. چرا؟ چون عمر ادعا کرد که این سنگسار باید در اسلام بیاد و هست و آیاتش هست و چه و چه و چه، اشاره به یهود داره که میخواست تطبیق کند قرآن را و یهود. او کمیسیون تلفیق یادتون هست که سعی میکردن یک دهانه او رو با قرآن، کمیسیون پسر عمر بود احسن. آیات تورات رو میگفت که ببینید عجیبا عبارت یه جمله نقل کنم مطلب تو فراموش داشتی، رو تعجب این است که شتر در قرآن در حلال یا نه، شتر گوشت شتر بله بله. در تورات چی؟ حرامه. چرا؟ خب اینا رو پایش موندن. آره دیگه. آره، این تلفیق کردن بین تورات و قرآن دستاویزی شد که بله. ظلم بکنه به حکم بله. سنگسار عمر. بله. امام صادق به اون دوتا اشاره کرد. یعنی این کارو نکنید، مبادا شباهت پیدا کنید و ابوبکر و عمر در دوره حکومت بله. شد. آقا جان بحث به کجا انجامید که ما میتونیم میان پرده بگیم، میان برنامه بگیم یا خیر عیب نداره، شما نداره. من یه موضوع یک جمله رو تکمیل میکردیم میرفتیم. بفرمایید. اون عبارت یادمون یه سوالی کردم بی پاسخ بود. عیب نداره، فقط این جمله رو بگم که اهل بیت فرمودن این آیه مثل آیات دیگر مربوط به اهل بیت استتاری، این توی تفاسیر نیامده ولی اضافه بشه در تفاسیر. آیات مربوط به اهل بیت را خدا تعمدن دستور داده شما الیوم اکملت لکم بذاردش قاطی ذبائح، این را و تطهیر را بذار قاطی زنان، این آیه را هم از وسط دو قسمت کن، قسمت پایین را بذار اول الیوم یأس الذین ظلموا من دینکم بعدن آمده الیوم یأس الذین کفروا نصف دوم آیه است قطع است. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا الیوم یأس الذین ظلموا کفروا من دینکم، درست؟ خدا این نیمه دوم را آورده اول، بعد از آن گذاشته وسط آیات محرمات. اهل بیت میگن آیات ما طوری جاسازی شده دشمن تحریف نتواند بکند. خب این هم از آیات استتار. من سوالم اینه، این فرمایش حضرت عالی که من الان توضیحش میگم یک بار دیگه، روایتی دارید الان سند به ما بدید یا محصول مطالعات؟ نه اهل بیت اتفاقا وقتی که بهار را حدود 15 سال پیش کامل این 110 جلد رو بررسی میکردن، دیدم اهل بیت فرموده آیات ما را از ما بپرسید کجا مختفی، چی میگید مختفی؟ مختفیست. من میخوام از بینندگان خواهش کنم، چون حضرت عالی الان یادتون نیست کجای بهار هست؟ نه زیاده، یکی دوتا نیست. حتی اهل بیت میفرماین این آیه 68 سوره مائده بلغ ما انزل الیک، یک انما ولیکم الله و رسوله، آخرش چی؟ بله و هم راکعون. این آیه کجا؟ 55 همونه.
اولش الیوم اکملت لکم، اهل بیت فرمودن همه مربوط به ماست، اگر اینها در یک قسمت بغل هم قرار می گرفت اصلا اون نسخه را بر می داشتن، اون سوره را بر می داشتن. خب من الان شما حضرت علی می فهمید در بهار هست جاهای مختلفیش هست زیاد. اما الان یادداشت نکرده نه شما. الان نه چه بسا کسی از بینندگان بله بله در بهار ماست، چه بسا کسی از بینندگان دسترسی داره یا توی یادداشتش تو حافظش به ما بگه که دقیقاً این روایت کجاست، بلکه این را شما کار داریم با این یک جمله. هم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان اینجا اشکال میکنه به خودش، میگه خب اصلا قرآن چرا اینطوریه وسط محرمات، اولش محرمات آخرش محرمات، یک آیه وسط الیوم اکملت لکم، چرا عدم تناسب هست؟ من دیدم اونجا ایشون این اخبار را ندیده بوده، این اخبار را ندیدم دنبال این بودم. اهل بیت عصمت و طهارت فرمودن همان طور که خود ما پراکنده شدیم، قتل عام شدیم، بله امامزاده ها به تمام دنیای اسلام، آیات ما هم در قرآن توسط خود ما باید شنا پراکنده است. بله در سوره شورا ما اسألکم علیه من اجر من اجر الا المودة فی الاجر الا المودة فی القرب، سوره احزاب انما یرید الله، سوره مائده فلان، از همه بالاتر بالاتر آیه 54 سوره نساء ان یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله و قد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتینا ملکا عظیما، که وقتی این آیه نازل شد بلافاصله بعد از اون سوره کوثر نازل شد. آقا سوال من این بود، اختفای آیات مربوط به اهل بیت در روایات ما آمده مسلم، نه تنها آمده میگم مکرر آمده. خب ولی به خودشون ها، ولی الان تو یادداشتای شما نیست، چون فاز نبودیم. من یکی گفتم اگر برسیم اونجا، اگر برسیم این هم باید ردیف حالا کنیم. بینندگان ما اگر اینها رو در اختیار دارن که در بهار آمده به ما اطلاع بدن. من اصرار دارم در همین ماه مبارک رمضان قبل از اینکه فرصت مطالعه مجدد پیدا بکنیم اینها ترشه. یک مطلب. مطلب دوم، یتلونه حق تلاوته، این هم بحث حق تلاوت این ذهن ما رو، یعنی ذهن ما رو به سمت این مطلب میبره که تلاوت به حق داریم، تلاوت به ناحق ذو مراتبه. بله تلاوت به حق یعنی تلاوتی است که قرآن رو در آن تلاوت میفهمیم، تأمل میکنیم، درک میکنیم، تفسیر میکنیم، تأویل میکنیم، حق مطلب ادا شود. تلاوت بناحق همین که مثل بلبل الان دارن توی وهابیا مفصل در ماهوارهاشون می قرآن میخونند و میخونند و مبادا روزی کسی بگه تفسیر این قرآن چی شد. آقا بریم میان برنامه. سروران من، هیزان بیننده، بعد از فرصتی کوتاه در خدمت گذاری شما حاضر خواهیم بود. تو در دل دارم تمنای کربلای حسین ای خدای من، تو در دل دارم تمنای کربلای حسین، نصیبم کن بوس بر حرم با صفای حسین، سرشدی چون مهر او در دل به دیدارش دل بود مایل، بهشتش باشد جهنم من بی لقای حسین ای خدای من، بهشتت باشد جهنم من بی لقای حسین ای خوشان روزی کین قفس شکنم، استخوان تن پر هوس شکنم، فقط حال خود فقط به شعر بشه. خوشان روزی کین قفس شکنم، استخوان تن پر هوس شکنم، به پرواز آید کبوتر دل در هوای حسین ای خدای من،
به پرواز آید کبوتر دل در هوای حسین. گوش کن تر خدا به جان داغی زان گلو دارد، به جان داغی به دل عمری آرزو دارد، به دل عمری آرزو دارد که بون ردنای مرا دشمن هم چنای حسین این خدای من. به جان داغی زان گلو دارم، به دل عمری آرزو دارم که برنای مرا دشمن هم چنای حسین ای خدای من. حرم را از تن جدا سازی در رضای حسین ای خدای من. سپاسگزاری میکنم همراهی شما رو عزیزان ارجمند بینندگان محترم. بحث رو دنبال کنیم حضرت استاد. پس شما هم تایید میکنید عرض بنده را که اینایی که حق تلاوت را به جا نمی آورند همون کسانی هستند که تو دیوار قرآن را حفظ میکنند، تو دیوار میخوانند و قرآن صامتی است. اینو میبندیم میریم سراغ ادامه بحث. اون جمله رو میخواستی توضیح بدید ناقص من، منم توضیح ندادم. این که عمر گفته جرد القرآن ناظر به چی بود؟ پیغمبر فرموده بود اینی تارکم فیکم ثقلی کتاب الله و اطرتی و جا هم چیزی سنتی هر دو یکیه. سنت باید توسط اطرت گفته بشه، درست؟ بله. ترجمه فارسی چیه؟ دو پایدار اسلام، قرآن و تفسیرش توسط اهل بیت. این جمله ناقص نباشه، تفسیر قرآن توسط اهل بیت میشه یک کلمه، میشه اطرت، درست شد؟ عمر چه گفت؟ پس منا کتاب الله، یک کتاب الله تو میپذیریم اما اطرت و سنت قبول ندارید، درست شد؟ سقلین رو قبول نداریم، یک سقلین، یک، درست شد؟ اون هم صامت. حالا چون ناقصمون اینجا حقش ادا بشه، پس آنچه که پیغمبر فرموده چیه؟ این 146,000 رو اگر بگیم اسرائیلیات نیست، مال پیغمبر اسمش چیه؟ اسمش اجتهاد شخصیه. اگر ابو حنیفه یک چیزی تشخیص بده، پیغمبر اسلام چیزی دیگر، تفاوتی با هم ندارند. هر دو ثواب اجتهاد رو میبرند ها. اما یکیشون مصیب خواهد بود. هر کدام که درست گفته دو، هر کدام خطا کرده یک. یعنی ایدر پیغمبر سقوط کرده شده لنگه ابو حنیفه علیه عزب الله، درست؟ اینو وعده بدیم اگر عمری باشه برای یک روز که بگیم این شعار نیست. اینها میگن سنت پیغمبر با سنت شافعی و مالک چون قرآن نیست از مصادیق اجتهاد شخصیه. این رو ما وعده میدیم اگر شد فردا که مصادیق بیاریم. اینا آمده گفتن آقا پیغمبر فرموده این آب حلاله، آقای از فقهای اهل سنت گفته حرامه، گفتن هر دو اجتهاد، دومی رو میشه غلبه بدید اولی، فتوای فلان آخوند در فلان روستا مقدم بر سنت پیغمبر. خب چرا این کار میکن؟ به دلیل اینکه در قرآن حرفی درباره این آب نیومده که، درست؟ چون نیومده رسول خدا اجتهاد میکند، ابو حنیفه هم اجتهاد میکند. این پله را که ساختن بعد رفتن طرف کعب الاحبار یهودی، گفتن نظر اینها در قرآن از این دوتا جلوتره. وس آیه چی بود؟ وسألو اهل الذکر این کنتم لا تعلم، اگر نمیدانید از اینها بپرسید. یعنی ای پیغمبر اسلام، ای ابو حنیف، اگر با هم اختلاف پیدا کردید شما برگردیم چی؟ طرفیم. خیلی حرف بزرگیست. خلاصه این حرف اینه که این که گفتن حسبنا کتاب الله، این معنیش اینه که هر چی در قرآن آمده به ظاهر میپذیریم، هر چی در قرآن نیامده در اون صورت همه میتوانند اجتهاد کنند.
رسول خدا درباره اش سخنی گفته، در اون صورت رسول خدا اجتهاد کرده. ابو حنیفه هم عکس اون رو اگر گفته باشه، مخالف اون سخن رسول خدا رو گفته باشه، باز هم ابو حنیفه اجتهاد کرده. هر دو مقدم هست. اینم اضافه بفرمایید. مقدم برای چی؟ مدرک میاریم فردا. میگه پیغمبر چیزی فرموده، ابو حنیفه چیزی، تعارض پیدا کرد، ابو حنیفه مقدمه. خب چرا؟ آجعینه. خب چرا؟ دلیل اجتهاد، اجتهاده، این متناسب با زمانه. میگه فتوای جدید متناسب با موضوعات جدیده، زمان پیغمبر موضوعات نبوده، این مجتهدی که غیر پیغمبر هست مقدم بر پیغمبر است در فتوا. این فاجعه بزرگیست. یعنی میگم اهل بیت میگه متمرکز نشید این که این سه نفر خلافت امیرالمؤمنین را غصب کردن، اینها نصف رسالت را غصب کردن، یعنی سنت را گرفتن رفتن طرف چی؟ گفتن یعنی انداختن کنار، سنت را انداختن کنار رفتن از یهود گرفتن. این فاجعه کمتر از دومی نیست. ما غفلت کردیم، چطور شده؟ خب وجدانان آقا والله بالله اینو من عمدن میگم، کم حرف بزنیم، سکوت کنیم. غربی ها هم دستور نمی کنن، میگن به احترام فلانی چی؟ یک دقیقه سکوت. خب اجازه بده من چند ثانیه سکوت کنم. لله العلی العظیم، ای انسانیت، نمیگم مسلمان ها، در دین ما پیغمبر اسلام به اندازه که چه عرض کنم یک دهم عایشه تفسیر قرآن نداره. اسم این چی هست؟ یعنی قرآن را، فتوا رو به جای پیغمبر از عایشه گرفتن یعنی چه؟ خیلی حرف بزرگ است. خب بریم دنبال ادامه بدید دیگه. شما خیلی رسا فرمودید. کاش. حالا من میگم چون حیف مطلب دیروز ناقص موند. چیزی گفتیم 21 22 چه بود؟ 21 و 22 مصوبه ای بوده. شاید بعضی رسول خدا رو بیارید پایین. بله، مصوبه های یهودی‌ها با عمر جلساتی داشتن، این جلسات مصوباتی داشته، با گذشت زمان از خروجی ها شناسایی کردیم، 22 تاش رو شمردیم، 22 این بود، 21 این بود. دیروز اول حساب کرد، میگه پیغمبر اسلام را بیاریم پایین تر، عمر را بیاریم بالا، درست؟ مصادیق گفتیم. حالا امروز از اینجا شروع میکنیم، پیامبر را بیاریم پایین 21، عمر را ببریم بالا میشه 22. این دوتا اصل مصادیق. مواردی از تحقیر پیغمبر را خوندیم، بله، و مواردی از ترفیع عمر را هم، بله، خوندیم. حالا امروز، امروز چیه؟ من توضیح بدم. کمیسیونیست به نفع عمر جعل میکنن مقام را لو میره. نفر دوم میگه بابا آبرو عمر را نبرید، این حرف با هم نمیچسبه. درست دقت کنید. ابن عساکر نقل کرده رسول خدا فرموده فاروق بین حق باطل چیه؟ عمر. یه آقای مچ این آقا را گرفته از علمای اهل سنت، گفته آخر شعر گفتی چی؟ قافیه چی؟ در قافیه گیر کردی. آره. کنز العمال جلد 11 صفحه 612 من ننوشتم ها، این یک سنی نوشته. حدیث صحیح هندی. بله. حدیث 32964 یک الحاویل الفتاوا امالی شجری در دو جا، معجم کبیر و البیان و التعریف، اینها گفتن که رسول خدا فرموده فاروق اکبر علی ابن ابی طالب، اینی چه کار کنیم؟ بس نوشته که این جعلیه، این رد شد. قال ابوالقاسم هبت الله سمعت مقاتل ابن سلیمان فی قول الله فإن الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین، قال هم ابو بکر عمر علی. آقا نوشته المحفوظ من الحدیث عن النبی صالح المؤمن هو علی ابن ابی طالب. یعنی این آقایان میخواستن جعل بکنن صالح المؤمن در سوره تحریم عمر، ابوبکر و علی. این آقایان گفتن لو رفت، قبلا پیغمبر فرموده بود جز امیرالمؤمنین علی علیه السلام مستاقی نداره. کجا؟ ببینید
کنز المال جلد دو صفحه، حالا خبر رو بگم، خبر 4675 مجموعه الزوائد جلد 9 صفحه 311 تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحه 311 و التعریف و الاعلام للسهیلی صفحه 133. پس صالح المؤمنین را میخواستن توسعه بدن به ابوبکر و عمر هم لو رفت. استاد منابع صالح المؤمنین رو یک بار دیگه بفرمایید چون موضوع کلیدیه. کلیدیه. خب بنویس کنز المال جلد 2 صفحه 539 خبر 4675 مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 311 تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحه 311 و التعریف و الاعلام للسهیلی صفحه 133. بله در این خب. پنج منبع دست کم این بحث آمده، آمده است که صالح المؤمنین علی بن ابی طالب از منابع اهل سنت. آقایان میخواستن بگن عمر ابوبکر هم این چنین است، گفت لو رفته اینا را توسعه ندید. خب نوشته که قال رسول الله ان الشیطان لیخاف منک یا عمر انی کنت جالسا وهی تذب لم ثم دخل ابو بکر وهی تضرب لما دخلت القت الدف و تحتها و قعدت علیه. پیغمبر به عمر گفت عجب مرد بزرگواری هستی، شیطان فقط از تو میترد، من آمدم حساب نکرد، ابو بکرم آمد حساب نکرد، این رقاصه میزد دایرشو، اما تو عمر که آمدی این رقاصه که مجسمه شیطانه روایت میگه دایره شو گذاشت زمین دنبکش شو گذاشت نشست رو. پس عمر شیطان از تو میترسه نه از من و نه از ابوبکر، نه از ابوبکر. حالا نوشته ما نعرفه، این یک سنی لو داده، اینا میگه نسانهای بابوجدان لو داده، ما نعرفه ان بیوت الانبیا انها بیوت عباده و دعا و تقدیس و تحلیل و تربیه و تعلیم قد تحر الله عن اللهو واللعب و تلف الاوقات التي هي ملك للمسلمين. یه آقا این حرفو میزنی میدونی از جادی خراب کردی، سنی بین آقای وهابی میگه ما از اخبار چنین فهمیدیم بیت نبوت بیت لا اله الا الله هست، سبحان الله هست، الحمدلله هست، تقدیس هست، چگونه پیغمبر نشسته بود دایره میزدن در منزلش و حضرت سکوت کرده بود؟ سکوت کرده بود. چیه این؟ چی میسازید به خاطر که عمر را شما بالا ببرید، دین را پیغمبر را فروختید و با صراحت آیات قرآن مخالفت کرده اید. اگر نبود واقعا خانواده پیغمبر این چند نفر شیعه چی میشود این اسلام؟ بله اسلام دقیقا هم مثل یهود میشود. ظاهرن امارات متحده عربیه، من تعقیب کردم درست بوده، یه کانال ماهواره‌ای داره 24 ساعت 35 نفر شتر زاران 6 تا پاترول فقط هدا میخونه. آره. 400 میلیون تومان به پول دولت ایران، 400 میلیون تومان هر ماه پول میده شترها بدون پاترول‌ها اسکورت کنن. آره اسکورت کنن. آره همراهی کنن اونها رو. اسکورت میگی؟ بله اسکورت. اسکورت اسمش غیر استورت چیه؟ اسکورت دیگه. آره. خب آقا نخندم میگم آبا چطوری شطور رو مگر اسکورت میکنم؟ فقط یک نفر گاوچران را نشان میده. شطورچران. شطورچران حالا درسته؟ این آواز مخصوص را اندازی شطورها رسیده. میخوام بگم ایها المؤمنون و المسلمون، انسانهای دارای وجدان عقل، قرن 21 میلادی 15 قمری هجری اسلام بعد از این حاصل زحمات پیغمبر برای امارات متحده عربی شده 400 میلیون تومان هر ماه فقط بدید شترها بدون پاترولا اسکورت کنن و اینا بگن که ما فرهنگه، میخوان بگن فرهنگ فولکلور ملتمون رو زنده میکنیم. خب ملتتون چیان؟ اینا هستن. اینا چه فرهنگی دارن؟ میگن اینا وقتی شطورا را میرفتن مردان قدیم اجداد ما یه صدایی در میوردن به نام حدی که به اینها میگن حاد و هم این حدی میخوندن حدا یا حدی در هر صورت این شطور به را میفتاد. ما حالا میخواییم به نسل امروزمون یاد بدیم بگیم یادتون نره یه فرهنگ یه فولکلور قدیه اینو قبول.
15 چیز 12 ساعتش مال این 12 تاشو بدن اون رفح را باز کنن، اون سنیایی که مونده در وسط چیز اسرائیل در به داغون شدن در چیه اسمش غزه، مقداری اونها بخورن. یعنی سنی های غزه به اندازه شطور هم نیستن آقا، نیست بشه بده اونا. حالا غزه رو بگذاریم، یه دقیقه پاکستان، افغانستان که اینها واقعا شیعه هم هستن. بابا جده، جده گداهای جده رو نگاه کن چقدر خب آقا برگرم ما رو توی فرمود حضرت امیر فرمود کنار کاخهای افراشته سروتهای خب بله. اجازه بدید میگه که چی نوشتن آقایان؟ نوشتن که پیغمبر فرموده همین که سور اسرافیل زده میشه اول که عمر بلاخازه قبل از حساب کتاب میرن بهشت، خیلی بازرسی نمیشه. اما علی چی میشه؟ میگه علی میگه انا موقوف، انا محموم بالحساب و انا اول من یتقدم الى الرب فی الخصومت انا و معاویه. من گرفتار میشم چون با معاویه درگیر شدم، گرفتار. قفوهم انهم مسئولون استجیر بالله. بعد دقت کن این آقا نوشته است، این سنی با وجدان نوشته است که ابتل الحفاظ هذا الحديث لما روي من طرق ان اول من يدخل الجنه اهل البيت او اصحاب الكساء لا عمر. ببین بعد ادله آورده، نوشته معجم کبرا جناب المودده و و الی بعد و روي صریحا ان اول من يدخل علی ابن ابی طالب. عمر رو میخواد بگه با ابوبکر مانند برق میرن بهش، علی بن ابی طالب گیر میفته به دلیلی که در مقابل معاویه ایستاده. آقا مرحوم قاضی نورالله شوشتری شهید سالس صاحب احقاق ایشون کتابهای براءتی این چنینی داره، در واقع روایات عمر پرستان رو که تقدیس میکنن عمر رو، این روایات رو جمع کرده و نقد کرده. این جزو کتاب‌های پنهانی بوده که ایشون خب میدونه که به چهار مذهب اهل تصوف چیه؟ فکر میکنم العتب الجمیل باشه اگر شاید. حافظه من ندارم. آره العتب الجمیل چاپ اولی من ابن عساکر جمع کردم العتب الجمیل اول چاپ شد نسخه ناقصی بعدن یکی از ناشران قم فکر میکنم به گمان من البته شاید دلیل ما باشه یا اون انتشارات مکتبه بله. مجلسی بله. این رو کامل چاپ کرده و ظاهرا در دو جلد مفصل اینها رو بحث کرده، بحث بله. حدیثی کرده و رد کرده. این دو جمله رو بگیم این بخش تمام بشه. بفرمایید. یه میان پرده دارم، چقدر وقت داریم؟ وقت ما خیلی محدوده، میان پرده هم نریم آقا. وقت ما خیلی اجازه بده. حالا دوستان به من بگن زمان چقدر داریم. بله. بعد نوشته که بله پیغمبر به آبدارچیش هر مقام هر کاسبی هر جا محترمه، آبدارچی بشه، سفیداب فروش بشه. آقا بحث جدی شروع نکنیم. نه 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 آره همه محترمه آره. اما میگه پیغمبر به انس بن مالک آبدارچیش بود گفته که بعد از من این چهار نفر خلیفه منه، سه نفر ابوبکر عمر و عثمان، اما امت عثمان را شهید خواهند کرد. انس میگه من رفتم به عثمان گفتم تو شهید میشی وقتی که خلیفه میشی، گفت انا لله و انا الیه راجعون. این آقا نوشته آخه دروغ بود. درست منم سنیم تو هم سنی هستی، اما اگر این چنینه این چی هست که از لما یتولا خادم النبی اخبار الصحابه به هذه الامور الخطیره المهمه والتي تستدل استیضاح. آخه این قضیه به مهمی را چرا به یک فرد ساده خدمه قد مالش دقت کن. یه قال رسول الله وضع عمر فی کفت المیزان و وضعت الامت فی کفت الاخرى فرجح بهم ثم رفع المیزان. تمام امت را گذاشتن این برستن، تمام امت هنوز متولد نشده بود زمان پیغمبر، تا روز قیامت امت پیغمبرن. پیغمبر فرموده امت مرا میذاره این وره میزان، تنها عمر را اونور، کل امت میره هوا، عمر میاد پایین. نوشته آقا این حرفا را شما میزنید اصلا خودتون باور داری؟ شما گفتید امت یعنی اهل بیت هم هست، تجربه مودید این همه علما هست کل امت شده یک امت. اگر این چنین بوده چرا پیغمبر اسلام اینو خلیفه نکرده؟ میگه منو چه کسی انتخاب کرده؟
ابوبکر. خب ابوبکر درایتش بیشتر میشه اون وقت علیه بالله. ابوبکر تشخیص داده عمر عجب نیروی قابل کشف این استعداد، ولی پیغمبر اسلام کشف نکرده. اینها نمونه هایی بود، مشت نمونه خروار. اما این جمله آدم رفت چند ثانیه ای درمه. چون برای فردا آماده بشیم آیه 100 رسیدیم، 101 102 آمادگی داشته باشید. بله. یک آیه هست فردا خواهیم خوند، 71 تفسیر طبری آورده، از علی بن ابی طالب یک خبر آورده، از پیغمبر اصلا نیاورده. اون که از علی بن ابی طالب آورده چی بوده؟ چی بوده؟ ستاره زهره، یک زن شیرازی، اونم خوشگلم بوده. عجیبه، یعنی تا این حد. حالا بگم آیه چیه؟ یک دقیقه وقت داریم. بله بله. ببینید آیه تنها آیه ایست که مفصل نوشته هذه الآیه من اعجب آیات القرآنیه. 1,260,000 احتمال فقط در میزان اومده. گرفتی احتمالات رو؟ بله دیدم. 1,260,000 احتمال در این آیه هست. چرا؟ یعنی احدی نفهمه دیگه که آیه که 1,260,000 احتمال داره چه کسی اینو میفهمه؟ درست؟ کاری کرده نهدی نفهمه. 71 رأی آورده، از پیغمبر رأی نیست. یک دونه از علی بن ابی طالب آورده که اون هم بار توهینی و استهزایی داره. علی بن ابی طالب فرموده ستاره زهره یک خانم اهل شیراز بوده، خیلی زیبا بوده. من مطالعه میکردم گفتم اگر اون زمان خدا رحمت کنه حافظ بود میگم ها من نمیدونم عاشقون ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندوش بخشم مرغند و بخارا را. خدا حافظم تنزی داره راجب این، بهش گفتن که آخه تو که چی نداری چجوری این کار کردی؟ گو به خاطر این بزل و بخشش هاست که توی دست. کدوم آیه ساقا نفر موجود؟ 101 102 از سوره بقره. 102 از سوره بقره. و اتبع ما تتر الشیاطین على ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. اون آیه است. بله همینطوره، آیه مفصلی هم هست. و تبع و ماتت رو شیاطین و علا ملک سلیمان و از یهودی ها از کعب الاحبار نظر آورده برای این. پیغمبر را دیده بود آقای خنیفرزاده. بله بس یهود کاملا. همین میخوام بگم تفسیر آورده طبری از پیغمبر مطلبی نیست. علی بن ابی طالب مطلب خنداوری گفته، دو تفسیر از یهودی ها آورده که اصلا والله زمان پیغمبر اینا ایمان نیاورده بودن، ندیده بودن. یعنی وقتی ما 71 رأی تفسیری طبری رو درباره این آیه بخوانیم میبینیم که این 71 رأی هیچی از رسول خدا نیاورده. فردا خواهیم خوند. و یک رأی فقط آشنا. یک رأی فقط از حضرت امیر آورده که اون یک رأی هم برای تخریب حضرت امیره، نسبت دادن سخنان بی پایه به حضرت. آقا سپاسگزارم، از لطفتون ممنونم. و اما عزیزان ارجمند، امشب شب جمعه است، ما این برنامه رو تقدیم میکنیم به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. توقع هم داریم که بانو سیدت نساء العالمین که در واقع فیصل الحق والباطل خود حضرت فاطمه زهراست، گوشه چشمی به ما بیندازد، ما را از چشم مبارک خودشون دور ندارد، ما را از شمار ارادتمندان خودش بشمارد و فرزند برومندش حضرت حجت امر کنند که در سایه حضرت باشیم، از پیروان حضرت، از منتظران حضرت باشیم. این خواسته ماست. امشب هم شب جمعه است، عرض کردم، و شب زیارتی حضرت امام حسینه. درباره شب جمعه و زیارت حضرت امام حسین روایات بسیار فراوانی آمده که این فضا و این فرصت اندک مجال گفت رو به ما نمیده. به هر حال ما نایب زیاره هستیم. ما امشب با اینکه خیلی هم شلوغه و الان من برای اومدن به این استودیو واقعا انبوه جمعیت رو دیدم، به هر شکلی که شده انشاءالله امشب مشرف میشم حرم و زیر گنبد دعاگوی شما و نایب زیاره هستم، یا دست کم اگر نتونم زیر گنبد باشم در
بالا سر حضرت جایی پیدا میکنم و برای شما عزیزان بیننده زیارت میکنم، هم زیارت جامعه، هم زیارت های حضرت، زیارت سوم، چهارم و اگر خدا توفیق داد زیارت جامعه المؤمنین رو میخونیم. فقط به این قصد که بسیارن عزیزان بینندهی که شوق زیارت دارند اما موفق به زیارت نمیشن، یا مانع دارن، یا مشکل دارن، یا توان اومدن از حیث مالی ندارن، به هر حال ما میشیم نایب زیاره از طرف اونها. اما به این نکته هم توجه داشته باشید، این زیارت مال کسانی است، یعنی من اینجوری وقف کردم و اینجوری نیت کردم، مال کسانی است که برای حضرت حجت دعا کنند. و عرض میکنم به حضرت ابا عبدالله که آقا ما نایب زیاره کسانی هستیم که امشب برای حضرت حجت که شما بیش از 51 بار درباره حضرت مطلب فرمودید، بله ما نایب زیاره کسانی هستیم که برای حضرت دعا کنند. و ساده ترین شیوه دعا اینه، سر بر مهر بگذاری و با تضرع بگویی اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج. تکرار این ذکر که بسیار ذکر شریفی است و دعای شریفی است، در واقع خود شما هم بهرشو میبریم. این یه جور انابه است، یه جور اصرار و الحاح در دعاست. شما این اصرار و الحاح رو انجام بدید امشب، بنده هم زیر گنبد دعاگوی شما هستم و این دیگه حداقل توانیست که ما میتونیم انجام بدیم برای شما عزیزان بیننده. کار دیگه از دست ما بر نمیاد برای شما مشتاقان زیارت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام. عرض دیگری ندارم جز این که بگم سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. خدا حافظت. ذات و فاتحی سرشتی جمله گدایان خاتون بهشتی، جمله گدایان خاتون بهشتی. بر جبهه ما نقش است این مهر وفاداری، بر سینه ما نازل آیت هواداری، آیت هواداری. تنها شب در بیست نفس کشیدم همیشه تو روزه های تو، تا آشنا شدم آقا با کربلای تو. نفس کشیدم همیشه تو روزه های تو، روز و شب این دل تنگم به یاد حرم گیره، مثل شبهای محرم دل من رو غم میگیره. دل دیوونه داره میخونه، منم یه کربلا میرم خدا میدونه. دل دیوونه داره میخونه، منم یه کربلا میرم خدا میدونه. به یاد شیش گوشت آقا، به یاد شیش گوشه تو آروم نداره دل. برای دیدن حرم چه بیقرار دل، به یاد شش گوشه تو آروم نداره دل. برای دیدن حرم چه بیقرار دل، عکس شای بیقرارم شبیه ابر بهاره، روز و شب از غم زینب بارون گل نمیباره. سینه بیتابه تنگ سردابه، اونی که کربلا میبره.